اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. یک نفس از غربتم تا وطنم میرم، یک بغل آواز را همراه خود میبرم، نام تو را در سفر به نور جان میکشم، که شوق دیدار تو کشیده در آتشم. گذارم از زمستان به سوی نوبهار است، ولایت جهل و جور ز ترس بیقرار است. سپیده سر میزند به دیده میهنم، شکوفه نسترن شکفته در دامنش، رسید صبح پیروز به شانه دماوند. نگاه کن فریدون، رسیده از دماوند. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 12 ماه اوت آگوست 21 مرداد. به شما سلام. گفت چه سلامی که هر روز که من میام رفتن رفیقی، یاری، استادی، عزیزی. دیروز از ابتهاج گفتم و امروز از مسعود جان اسداللهی. چند ماهی بود نگرانش بودیم، با بیماری دست به گریبان بود و واقعا در این مدت این همکار نازنین من که از روز اول با ایران فردا بود تا روز آخر، برای من خیلی تلخه. پارسال کاردان رو دست بدم و امسال مسعود اسداللهی رو. دو همکار دیرین، دو یار کهن. مسعود جان دلم برات تنگه، میخواستم بیام امریکا ببینمت و دیر شد و تو رفتی. امروز مهمان عزیزی دارم که مدت این مثنوی با او تأخیر شد، یعنی بسیار من بهش علاقه دارم، به افکارش، آرایش، به نگاهش، به منر شخصیتش، و مدتی که نبود خیلی برای من تلخ بود، ولی خدا رو شکر در خدمتش ما هستیم. درود بر دکتر مهران براتی عزیز. درود به شما و به هممیهنان عزیزمون، و معذور که به هر صورت کرونا گریبانگیر ما هم شد و مدتی نتونستیم خدمتتون برسیم. خدا رو شکر که خطر برطرف شد و یه روزی تراب مصطفی، آرمان مصطفی که وقت مدیر رادیو فردا بود، خبر داد که خودش و همسرش گرفتار شد و 2-3 ماه خدای همش ما نگران بودیم. خدای اون اوائلش هم بود به خیر گذشت. و حالا مهران براتی عزیزم که خدا رو 100,000 بار شکر. مهران عزیز، بگذار از اینجا شروع کنم. جمهوری ولایت فقیه و آمریکا به طور غیر مستقیم با نظارت کمیسر عالی اتحادیه اروپا آقای انریکم که واسطه است میره و میاد، گفتگوهای رو شروع کردن، بعد یه باره متوقف شد، برگشتن و کمیسر اتحادیه اروپا اعلام کرد آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته، همینه، نه بیشتر از این نه کمتر از این. و بعد حسین بازجو، حسین شریعت مداری در کیهان که سخنگوی ولی فقیه، اشاره کرد که نخیر، ما دلیل نداره که اینو بپذیریم، و افراد دیگری هم حرفایی زدن.
آخرین اطلاعات شما در این زمینه کجاست و ما در چه شرایطی هستیم؟ آیا برجام دو واقعا مرد و دفن شد یا هنوز نفسی میکشه؟ هم که از همون بیش از یک سال و نیم پیش، یعنی 5 ماهی که آقای عراقچی مذاکره کردن در دولت روحانی و در پایان سند قابل امضای کم و بیش وجود داشت، بعد یک سالی هم که الان از دولت آقای رئیسی گذشته و هنوز هم ما در اونجا همون جایی هستیم که یک سال و نیم پیش بودیم. به نظر من جمهوری اسلامی از ابتدا هم خیال توافق بر سر مسئله برجام رو نداشت، الان هم مسائل جدیدی رو که مجبور شده قبول بکنه و راه فرار نداشته، الان جمهوری اسلامی اونجا برده که باز هم بگن مسائلی هنوز باید حل بشه که دیگه اون مسائل وجود نداره. یکی از مسائل این هست که خب آمریکا گفته که بله ما تحریما رو برمی‌داریم، ولی گام به گام، یعنی جمهوری اسلامی این مقدار زیاد اورانیوم 60% و 20% رو که جمع کرده برصد اینا رو یا باز پول کنه یا باز بفروشه. همینطور اقداماتی رو که در رابطه با سایت فردو و به کار گرفتن بیش از 1000 سانتریفوژ نسل جدید و یا اون چی که در آب سنگین عراق انجام داده و جاهای دیگه، خب اینها رو باید جمهوری اسلامی برگردونه، یعنی بایستی که تمام این سانتریفوژ هایی که با مخارج زیاد کمرشکن برای ملت و مملکت اینا رو درست کرده و از همه اینا رو دمونتاژ کنه، باز کنه و ببره جای انبار کنه. هنوز باید با همون سانتریفوژ های نسل اول پاکستانی باید کار کنه. خب خیلی سخته براش قبول کردن این مسئله. دیگر این مسئله که خیلی به یک وضع خیلی عجیب غریبی از نظر روابط دیپلماتیک از وزیر از مدیر کل سازمان ملل متحد خواسته که آژانس بین اتمی رو مجبور کنن که دیگر پرونده اتمی ایران رو مختومه اعلام کنه، یعنی پرسش به اون سوال هایی که تا به حال جواب نداده، اون 4 مسئله باقی مونده و اینها رو آقای عبداللهی هم میگه اینه بگن که یک مسئله فنیست. مسئله فنی هم معنیش این است که آژانس بیاد بگه اشتباهاتی در سنجشی که ما انجام دادیم بوده، احتمالاً آلودگی هایی از طرف فرد جریان ثالثی اونجا پیدا شده که مربوط به جمهوری اسلامی نبوده و حال که ما متوجه شدیم که اشتباهاتی در سنجش بوده و اصل اساسی اون آلودگی ها اونطور که جمهوری اسلام میگه یک جای خارجی، کشور خارجی ها یه فرد ثالثی بوده، بنابراین ما پرونده رو مختومه اعلام میکنیم. این معنیش این است که آقای گروسی واسه که استعفا بده از مقامش، دیگه ایشون جایی نمیتونه در شورای حکام آژانس داشته باشه و شورای حکام هم بی‌معنا میشه. خب مختومه اعلام کردن اصلا ممکن نیست، یعنی هنوز باید جمهوری اسلامی یه جواب پیدا کنه، یا بهترین راه، راحتترین راه این بود که بگه بله این کارها رو ما در سال 2003 2004 یا قبل از اون و یا بعد از اون انجام دادیم و منظورمون این و این بوده و دیگر اون کار رو انجام نمیدیم، بله این کارها اون زمان انجام گرفتن. مسئله این طور میتونه تمام بشه، ولی جمهوری اسلامی حاضر نیست این مسئله رو اصلا بگه که بله در جاهایی که اعلان نشده بوده کارهای مخفی میکردن، حالا روی کلاهک‌های انفجار اتمی یا روی تولید فلز اورانی و چیزهای دیگه، همه اینها باقی مونده. از اون طرف هم آخرین مسئله باز این که جمهوری اسلامی میگوید که آمریکا باید تضمین بده که در آینده دولت بعدی هم از برجام بیرونه. خب اینم ممکن نیست. بعد هم میگوید باید همه تحریما برداشته. خب آقای بایدن خیلی با دست و دلبازی از اون 1500-600 مورد تحریمی که بود، ایشون میگن که 1200 تحریم رو برداشتن، بقیه رو نمیتونن بردارن، محدودیت‌های قانونی وجود داره برای این مسئله. خب همه اینها هنوز وجود دارن. آقای باقری کنی که این مذاکرات رو انجام داده فهمیده مسئله چیه و اون طرح آخر اتحادیه اروپا رو هم قبول کرده در حقیقت.
حالا رفته ایران، حالا آقای شهد نداری که شما ایشون از ایشون نقل قول کردید و از درون کل اون جریاناتی که هنوز در حاکمیت نظام تعیین کننده هستن، میخوام بازی رو به هم بزنم و حدس و گمان من این هست که الان باز جوابی نخواهند داد، دو سه ماه وقت میگذارن. هدفشون این هست که هیچ وقت بر نگردن به برجام، ولی آمریکا اعلام بکنه که بگوید من از برجام برای همیشه بیرون میام، تقصیرکار آمریکا باشه و نه جمهوری اسلامی. خب در این میان این تصمیم همراه هست با اونجی که روسیه از جمهوری اسلامی خواسته، همسویی سیاسی کامل با روسیه هست در رابطه با جنگی که در اوکراین انجام داده و عواقبی که گریبانگیر جمهوری اسلامی هم شده. آقای دکتر براتی، این نکاتی که اشاره کردید خب نکات بسیار مهمی بود، ولی یک سوال آدم از خودش میپرسه و بعد این رو میگه، آیا در مخیله اهالی ولایت فقیه و شخص خامنه ای گذر نمی کنه که گفت کانسیکوینت یا نتیجه این نوع اناد و نتیجه این نوع جهل چه خواهد بود؟ جمهوری اسلامی در چند هفته اخیر نوکراش رو احضار کرد، از جهاد اسلامی، از هشت شعبی، از حزب الله و غیره، و به اینا گفت که یک معرکه جهنمی رویارویه و اینا آماده بشن. جهاد اسلامی هم خیلی زود شروع کرد و اسرائیل شدیداً سه تا از رهبراشو کشتی، رهبر بزرگشو ربود. خب آیا جمهوری اسلامی واقعا فکر میکنه میتونه با اسرائیل بجنگه؟ اینجور که شما ارزیابی میکنید، این نوع اناد و این نوع هزینه سازی برای ملت ایران چیه؟ آیا فقط رژیم برای بقای خودش فکر میکنه؟ بله، اون اصولا دیدگاه انقلاب اسلامی که آقای خمینی نمایندن بودن و بعدا هم ادامه پیدا کرد در نظام ولایت فقیه، در ولایت نامحدود فقیه، خب این یک جایگاهی برای خودش در نظم بین‌المللی قائل به عنوان یک قدرت بزرگ، به عنوان یک ابرقدرت. این ادعا رو داره. الان هم که صحبت از امارات اسلامی میکنن، دیگه مسئله جمهوری اسلامی نیست، امارات اسلامی هست که منظورش گسترش این به دیگر کشورهای منطقه هست در اونجا. خب این نظریه از اول هم بوده، از اون روزی که گروگانگیری در سفارت آمریکا کردن در جنگ 8 ساله عراق، بعد ادامه دشمنی ها، همه بیانگر این بود که در حقیقت جمهوری اسلامی جای خودش رو در نظم بین المللی پیدا نکرده و اون جایی رو که میخواد اونجا در توازن و تطابق با نظم کنونی بین المللی نیست و دنیا نمیتونه با این اون چی که در تصور رهبران جمهوری اسلامی هست کنار بیاد و همین دلیل این مسئله مرتب ادامه پیدا میکنه و عوارض و عواقب اون رو ملت ایران باید تحمل بکنن. خب در مورد اسرائیل فرمودید، در صورت آقای خمینی از ابتدا، بنده چند بار در برنامه شما گفته بودم، آقای خمینی اصلا اعتقاد به نابودی اسلام داشت، نابودی اسرائیل داشت، ببخشید، در همون بسیار دفترچه هایی که سال 1348 در نجف ایشون درس دادند و منتشر شد، در همونجا در یکی از جزوهای اول صفحه 12 میگوید که آنچه بر ما آمد از یهود آمد و من در تعجبم که چطور این بالای 200 میلیون مسلمان حالا نتونستن 1.5 میلیون یهودی رو نابود کنن. اون زمان اسرائیل جمعیت کمی داشت. این نظریه ادامه پیدا کرده. الان خب اینو به اون شکلی که آقای خمینی گفتند و نوشتن نمیگن، ولی مرتب همین سیاست رو دنبال میکنن. خب عاقبت این چیه؟ همین مسئله ای که شما در رابطه با جهاد اسلامی که میگن چند صد یا هزار موشک به سوی اسرائیل شلیک کرده و در تهران رهبرش حضور داره و رهبران جمهوری اسلامی میگن بله ما رهبری میکنیم، جهاد اسلامی به نام ما اونجا این موشک پرانی رو میکنه. خب این در نظم مینوالی حتی در منشور ملل متحد این پیشبینی شده که اگر یک کشوری امنیت کشور دیگر رو سلب بکنه، به اون حمله بکنه و بخواد اون کشور رو نابود بکنه،
اون کشور حق دفاع از خودش داره و این یه مسئله اساسی است. حالا اسرائیل در حقیقت هر گونه دلیلی برای این داره که یه حمله نظامی به جمهوری اسلامی بکنه به عنوان منشأ خطر، این که تا حالا انجام نگرفته مسئله دیگری است، ولی من فکر میکنم با اون چی که جمهوری اسلامی داره انجام میده دیر یا زود این درگیری نظامی پیش خواهد آمد. و خب همین مسئله است که من و شما نگرانشیم، برای اینکه ممکنه تمام اون زیربنای اقتصاد ما نابود بشه، ولی برای جمهوری اسلامی اهمیتی نداره چون اقتصاد بنیانگذارش که مال خر است و تخصص هم فایده نداره، اسلام فایده داره. خب آقای دکتر براتی، همزمان شما شاهد این هستید که ایالات متحده آمریکا اخطار میده به جمهوری اسلامی که در ارتباط با قتل جان بولتون از یه طرف و همینطور طراحی برای قتل وزیر خارجه پیشین آمریکا آقای پومپیو فعالیت کرده و مسئله خیلی هم جدی از سوی آمریکا دنبال میشه. خب شما باز این سوال من مطرحه، یک وزیر خارجه سابق آمریکا رو کشتن یا آقای جان بولتون دبیر شورای امنیت ملی آمریکا رو به قتل رسوندن، چه دستاوردهایی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ خب این که معلومه هیچ دستاوردی نداره جز همون مسئله‌ای که در نهایت در رابطه با اسرائیل پیدا کردن متحدین بسیار فراتر در پیمان آتلانتیک شمالی اگر حمله به ایران انجام بگیره. اما مسئله ترور و تروریسم، این مورد امریکا رو شما الان گفتید در مورد سیاستمدار آمریکا. یه مسئله جدیدی که پیش اومده هنوز در میدیا منتشر نشده این هست که ما از طریق روزنامه نگاران آلبانی روز اول اوت مقاله‌ای در آلبانیا پست در روزنامه آلبانی منتشر شد که در اونجا این مقاله آمده که بنا به اطلاع پلیس امنیتی در آلبانی دو نفر ایرانی که آمده بودن اونجا گویا به قصد اعمال تروریستی اینها رو اول اونجا نگه داشتن، میخواستن برگردونن، بعد پلیس امنیتی وارد شده و بعد هم عرض شود که اونها رو 72 ساعت نگه داشتن اونجا، پرسجو کردن علت حضورشون در اونجا. بعد اونطور که ما از طریق اون خبرنگارانی که این خبر رو در روزنامه منتشر کردن با خبر شدیم، اطلاع مربوط به ورود این دو نفر برای ترور در آلبانی رو اسرائیلی ها به مراکز امنیتی آلبانی خبر دادن. این دو نفر هم اسمشون در روزنامه آمده، یه خانومی است به نام آقای است به نام هر دو اسمشون الان میتونم خدمتتون بگم، ولی بر صورت اینها رو بعد از 72 ساعت برگردوندن به عرشبت که بله اون خانوم اسمش هست ببخشید خانوم بتول سلطانی و اون آقام هست اسمش هست افشین کلانتری. این دو نفر که آدرسشون هم اونجا کاملا مشخص هست در شهر بون در آلمان زندگی میکنن، اون خانوم حتی ملیت آلمانی داره و اون آقا اجازه اقامت همسرشون اجازه اقامت نامحدود با کسب و کار در آلمان داره، اینها آمدن اونجا گفتن که یک نهاد به اصطلاح خیریه‌ای که اونجا برای کمک به ایرانیان در آلمانی درست شده اینها رو دعوت کردن و خب اینها هم رفتن اونجا پرسجو کردن، بله اون نهادی است که جمهوری اسلامی اونجا درست کرده. خب ما عین این اخبار رو از طریق عرض شود که سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان در مورد آلمان هم داریم که کسانی از ایران با قصد ترور به اینجا آمدن و بعضا قبل از اینکه قابل دستگیری باشن فرار کردن و یا دو نفر از اونها هم دستگیر شدن. یعنی برنامه ترور جمهوری اسلامی که قرار بود با مسئله میکونوس، قطعهای میکونوس با قولی که اون زمان دادن دیگه پایان گرفته شده باشه الان دوباره در راهه و خب
قتل سیاستمداران برجسته امریکای مسئله قابل اغمازی نیست. حالا افراد اپوزیسیون کم و بیش ناشناخته رو که بکشن یا ترور بکنن، خب در رسانه‌ای مثل رسانه شما اسمی از اونها میاد، ولی در سطح بین‌المللی که سر صدایی نمی‌کنه. این مسئله خوب است که الان در رابطه با مسئله‌ای که شما اشاره کردید در رابطه با احتمال ترور آقای بولتون و دیگران، بر صورت سایر مسائل مربوط به ترور از طرف جمهوری اسلامی هم در دستور کار قرار بگیره و همکنون به نهادهای امنیتی در آلمان، در بلژیک، در سوئد، در فرانسه، در اسپانیا، ایتالیا مراجعه شده از طرف ایرانیان برای گرفتن به اصطلاح حمایت یا حفاظت امنیتی از پلیس‌های این کشور. بله، صدای هلیکوپتر اومد. من دکتر براتی، در این حال که ما شاهد این نوع چلنج و درگیری جمهوری ولایت فقیه با جهان هستیم، در عرصه داخلی هم فشارها شدیدتر شده، بگیر و ببندها، و الان اصلا کار به جایی رسیده که یک آدم یه حرف ساده میزنه به عنوان اهانت به اسلام و ولی فقیه 5 سال زندانی میشه. شماری از سینماگران الان در زندانن، عده از هنرمندان که از اونا حمایت کردن احضار شدن و اخطار دادن. اینا نشانه چی شما میدونید؟ ضعف جمهوری اسلامی، وحشت و عدم مشخص شدن تکلیف جانشینی. خب مسئله جانشینی که مطرح میشه در اصل مسئله تغییر نمیده. مسئله این است که ولی فقیه یک جانشین پیدا میکنه، ولی ولایت فقیه که باقی میمونه، و همین دلیل مسئله جانشینی از این نظر بی اهمیته. اما نکته دیگری که شما اشاره کردید، بله، ضعف و وحشت از مقاومت مدنی که روز به روز گسترده‌تر میشه. در صف مقدم مقاومت مدنی هم بانوان ایران قرار دارن. این فقط نیست، شما الان خوندید که در یزد این نوحه خانی ها و سینه زنی هایی که با اشعار عرشه و سهراب سپهری و دیگران، اشعار بسیار بسیار اعتراضی برای سینه زنی استفاده میشد، قلقن کردن اونجا. نوع دیگر مقاومت مدنی اون هست. خب ما از اعتصابات کارگری، از تظاهرات بازنشستگان، شما دیگه زمینه وجود نداره در جامعه که مردم معترض نباشن. خب حکومت واقعا از گسترش این مقاومت مدنی وحشت داره که اعتراضات میلیونی و خیابانی بشه. میخواد اینها رو در نطفه خفه کنه، بگیره، بکشه، ببنده، زندان بندازه، این کارهایی که در طول این 40 سال کرده ادامه بده. علتش این است. حال چقدر مردم تحمل بکنن مسئله دیگری. شاید یکی از دلایلی که اصلا آقای خامنه‌ای نمیخواد برجام به نتیجه برسه، نمیخواد تحریم ها پایان بگیره، خاص آگاهانه فقر مردمه. چون ما از تاریخ یک به اصطلاح آموزشی رو داریم، شکم گرسنه انقلاب نمی کنه. انقلاب 57 رو هم اخشار نیمه سیر میانه طبقه متوسط انجام دادن. مردمی که باید صبح تا شب دنبال اتکه نان بدون، افراد یه خانواده باید 5-6 نفر کار کنن که بتونن اصلا کرایه خونهشون رو بدن، اینها دیگه نای آمدن تو خیابون و اعتراض رو ندارن. فقر رو آگاهانه آقای خامنه‌ای ادامه میده، فکر میکنه فقر رو اینطور ادامه بده مردم به هر صورت توان ندارن. اون توانی هم اگر دیده بشه راحتتر قابل سرکوب هست. این دیدیست که جمهوری اسلامی داره. اینکه چقدر مردم این رو تحمل بکنن من نمیدونم، ولی فکر میکنم یک ترکیبی از به اصطلاح این جنگ فرسایشی مردم با حکومت، سربرآوردن یک حرکتی که از قبل قابل پیشبینی نیست، و یک جنگی که جمهوری اسلامی دنبال اون هست، یک جنگی که خود به خود نظام رو در بر خواهد گرفت، نه فقط نظام رو بلکه ملت ایران رو، تمام بود و نبود ایران رو در این جنگ ملت ایران از دست خواهند داد.
دنبال یه همچین سیاستی است و فکر میکنه جنگ آینده ناجی این حکومت خواهد شد، همونطور که در جنگ 8 ساله آقای خمینی جنگ رو برکت و نعمت الهی میدونست، الان هم هنوز این نظریه در نظام وجود داره. در واقع نظام براش مهم نیست ایران نابود بشه، ملت ایران نابود بشه، آنچه براش مهمه اینه که اون ایدئولوژی منحط آلوده پیش بره، نوکراش هم در اینجا و آنجای جهان ترور بکنن، آدمکشی کنن. اون وضع عراق الان نزدیک 1 سال انتخابات کردن 9 ماه و نمیتونن دولت تشکیل بدن. اون وضع لبنان که دیروز خب به هم ریخت و تمام اینا دست به دست هم داده یک رژیم تافته جدا بافته خودش رو داره تحمیل میکنه به جهان و ملت ایران و شگفتا که جهان هنوز این رژیم رو تحمل میکنه. دوست عزیزم اجازه بدین درنگ کوتاهی بکنیم، باز یادی از سایه عزیز و یکی از شعرهای ماندنیش با صدای قربانی نازنین. با درود دوباره، عجب زیبا بود علیرضا قربانی عزیز با شعر ابتهاج نازنین. ولی واقعا دکتر براتی این فضایی که ایجاد شده، یکان یکان این نازنینان و بزرگان میرن و شما در اون مملکت جایگزینی براشون پیدا نمی کنید، این خیلی تلخه. شما الان اینایی که ابواب جمعی شعر آقای خامنه ای هستن، شاعران ضعیف مداحی که اصلا مفهوم شعر رو نمیدونن، دوباره ما رو برگردوندن به شعر کلیم کاشانی و به اون داستانهایی که در قبل در واقع گرفتارش بودیم. حالا هم نوه خانی رو شما اشاره کردید، جایی هم که میان نوه رو با شعر سپهری عوض میکنن جلوشون میگیرن. و این دکتر براتی، این انحطاطی که این رژیم باعث و بانیش بوده، واقعا به اعتقاد شما برای مقابله با این انحطاط چه باید کرد؟ جوانای ما راهش رو به نوعی پیدا کردن، دنبال موسیقی میرن، دنبال نقاشی میرن، دنبال سینما میرن، هنر میرن، ولی رژیم در همه این مسائل یک دیوار کشیده، خودی ها فقط حق فعالیت دارن. چه کار باید کرد دکتر براتی؟ به عنوان یک جامعه شناس، یک محقق، یک استاد، یا آدمی که سالها تجربه کردی مبارزه؟ خب ما یک تفاهم ملی لازم داریم بر سر اون چی که باید جای این نظام بنشینه. سالهای سال ما دعوای سلطنت و جمهوری داشتیم که عده‌ای خواهان بازگشت مجدد نظام پهلوی به همون سبک پیشین بودن، عده‌ای هم فکر می‌کردن که یک بار برای همیشه باید وداع کرد و دنبال جمهوری رفت، که خب با تجربه جمهوری اسلامی روشن شد که فقط مسئله جابجایی قدرت مشکل رو حل نمی‌کنه. بنابراین یک تفاهم عمومی ملی ما داریم بر سر موازین اصلی که ملت باید به اون اعتقاد داشته باشه و بر سر اون اجماع باشه. یکی مسئله پذیرش تمامیت ارضی ایرانه که اصل قابل به اصطلاح صرف نظر کردن نیست. دوم مسئله احقاق حقوق بشر، یعنی تمام قوانین کشوری بایستی که بر طبق موازین حقوق بشر باشن. جدایی دین از حکومت هست، یک مسئله بسیار اساسی، و رفع تبعیض از اقلیت‌های حالا مذهبی، قومی، جنسیتی و غیره. همین 3-4 مسئله تفاهم بر سر اینها کافی است که مردم اون وقت برای خودشون در مبارزات میدانی کسانی رو پیدا بکنن که این ارزش ها رو نمایندگی کنن. خب الان هستن این کسان، خانم نسرین ستوده در زندانه، خانم نرگس محمدی در زندانه، آقای نورزاده زندان هستن، عده زیادی الان ارتباط از کارگردانان ایران در زندان هستن. اینها نمایندگی میکنن اینجا، زنان زیادی در رابطه با مسئله حجاب در زندان هستن. اینها همون قهرمانان میدانی هستن. من یک لیستی تهیه کردم از کسانی که اسم اونها رو گذاشتم آینده سازان ایران. دیدم چه تعداد زیادی از رهبران کارگری در ایران، چه رهبران فرهیخته‌ای،
یعنی فقط این نیست که کارگر هستن، صاحب دانش اطلاع هستن و بسیار برجسته فکر میکنن، همینطور در میان کانونهای متعلق به معلمای ایران، همینطور ما در زمینهایی که مربوط به حرکت فمینیستی و جنبش زنان میشه، همینطور در میان جنبش‌های سیاسی که مربوط به اقوام ایرانی میشه، ما همه اینها رو داریم، همه اینها وجود دارن. و از این مثلا که فکر کنیم یک رهبر و ناجی از یه جایی پیدا میشه میاد و همه رو جمع میکنه باز بگذاریم، بلکه فکر میکنم خود به خود الان وضع رهبری یه حرکت ملی یه جوری عوض شده، به سبک سابق دیگه ممکن نیست، ولی به هر صورت در میدان مبارزه هست، حتما کسانی اون وقت در صف مقدم قرار میگیرن، به تدریج روی به سلام اون توانایی‌هایی که از خودشون نشون دادن در پیشبرد مبارزات، خود به خود کسانی میان جلو و جنبه یا سمت رهبریت پیدا میکنن، از پیش داده و برخواسته و برنشانده نیستن. این الان ما در یه همچین وضعی هستیم و من فکر میکنم که برصورت الان زمینه تفاهم میان جریانات اپوزیسیون بسیار بسیار گسترده تر از گذشته شده. الان ما استفاده خیلی خوبی میتونیم از بسیار سوشل میدیا، از این میدیای بین المللی، از میدیای اجتماعی، از رسانه های اجتماعی بین المللی استفاده بکنیم در ارتباطات خودمون. خب طرف مقابل هم ساکت ننشسته، الان چیزی در حدود 40,000 نفر میگن که جمهوری اسلامی آدم داره در سایت مثل تلگرام که خبرسازی میکنن میانه بسیار مرتب به عنوان اپوزیسیون، دشمنی میان جریانات اپوزیسیون به وجود میاد. تلویزیون هایی در خارج به همین شکل همین کار رو انجام میدن، اونها هم این کار رو بسیار بیکار ننشستن، این رو ادامه میدن. بنابراین ما بایستی که هوشیار باشیم و بدونیم که الان زمان درگیری میان هیچ طیفی نیست، همه آزادی خواهان ایران، زمانیش که الان دست به دست هم بدن و به تدریج با هموطنان ما که رهبران میدانی هستن، در زندان ها هستن یا بیرون هستن، پیوند لازم رو به وجود بیاریم. و من ناامید نیستم، خوشبین هستم با آینده. اینجاست که من سوال مطرح میکنم، شما در گذار وقتی شاهزاده رضا پهلوی اون پیامو داد موضع مثبتی گرفتیم، علی‌رغم اینکه یه عده‌ای هم به اسم 6 تا سازمان جمهوری خواه مواضع خیلی تند و حادی گرفتن و یه عده اومدن گفتن صدای پای فاشیست. شما جامعه ایران رو خوب میشناسید، علی‌رغم اینکه مدرنیته الفبای خودش رو داره و طبیعتا رهبری هم در تابع این تحول مدرنیته هست و بنابراین رهبری گروهی خردگراتر درسته، ولی با این وجود در جامعه ما شما میدونید مردم هنوزم منتظر یک منجی یا یک رهبر هستن. با این مسئله ما چگونه برخورد کنیم؟ واقعا اینو چیکار کنیم؟ هر روز تلفن میشه با ما حرف میزنن، پیام میدن، من پخش میکنم تو ایران فردا، آقا پس این مسئله رهبر چجوری با این مسئله ما برخورد کنیم که این تو ایران جا بیفته؟ ببین دکتر نوریزاده، جریانات اجتماعی، قیام‌های اجتماعی و رهبران قیام‌های اجتماعی با تحلیل از پیش داده قابل تعیین نیستند. این یک منطقه برای درون خودش داره که زمان پیدایشش قابل پیش‌بینی نیست این مسئله، ولی احتیاج به افرادی داره که در این سو فکر بکنن. شما از شاهزاده رضا پهلوی نام بردید، در همین زمینه خوب از خدمتون عرض کنم که یک مسئله اساسی است، شما در نظم سیاسی ایران یک کسی که قرار بوده ولی عهد باشه، نگهبان عهد باشه، آمده و میگه که من هیچ نظم موروثی، مقام موروثی رو نمیپذیرم و خودم هم کاندیدی نیستم برای اینکه در این نظم موروثی جایگاهی به من داده بشه. من میخواهم با دیگر هموطنانم همراه باشم در پیدا کردن یک راه.
خب یه مسئله هم هست که ایشون از طرفهای گوناگون زیر فشار هستن. کسانی هستن که به ایشون فشار میارن، در حقیقت همون نظم پیشین رو میخواد. خب ایشون مقاومت میکنه، ایشون بسیار وضع خیلی راحتی نداره در این قسمت. بعد کسانی هم از بیرون حمله میکنن، صدای پای فاشیسم هست. البته رقابت سیاسی لازم و خوب هست، یعنی کسانی که جمهوری خواه هستن اگر فکر میکنن که رضا پهلوی در نهایت میخواهد دوباره اعاده سلطنت کند، خوب است که در رقابت خودشون مبارزه سیاسی کنند. ولی این مبارزه سیاسی نباید شکل تخریب داشته باشه. هیچ جریان اپوزیسیون آزادی خواه نباید جریان دیگری رو تخریب بکنه. ما در شورای مدیریت گذار بر این سیاست استوار هستیم و فکر میکنیم علارغم تمام اختلافایی که در میان جریانات اپوزیسیون میتونه وجود داشته باشه، نباید جریانات اپوزیسیون نباید متقابلا همدیگه رو تخریب بکنن، بلکه باید کمک کنن به همدیگه که سرپا بیستن، گسترش پیدا بکنن. و این در مورد طرفداران نظام مشروطه سلطنتی هم صادق هست، اونها هم حق خودشون رو در این جامعه دارن. بنابراین ما باید بریم به سوی یک تفاهمی در سطح جامعه، چون وقتی یه پایان دیگری هم باید داشته باشه و اون پایان این است که باید جلوگیری بشه از تخریب این مملکت، از تجزیه این مملکت و از خون و خونریزی و جنگ داخلی. برای همین هم ما احتیاج داریم به کسانی که از دل جمهوری اسلامی سر برمیارن، منتقد میشن، اپوزیسیون جمهوری اسلامی میشن، حالا چه در بخش نظامی چه در بخش سیاسی، و اینها هم برای آینده دار شدن باید بدونن که راهی جز این ندارن که با دیگر اجزا اپوزیسیون سکولار همراه بشن. یک مدیریت منسجمی که همه این مسائل رو در بر بگیره لازمه. حالا هر کس که بتونه همچی سیاستی عرضه کنه به مردم، عرضه کردن یک طرف مسئله است، مقبول مردم بودن و قابل قبول بودن و باورمند بودن مسئله دیگری. اگر مردم فردی رو باورمند ببینن، مقبول ببینن، توانا ببینن، حتما به اون فرد هم امکان و مقام رهبری میدن. حالا ممکنه این یک نفر چند نفر باشن، ولی به هر صورت این توانایی باید در عرصه عمل اثبات بشه. فعلا ما عرصه عمل نداریم کسانی که این امتحان رو به مردم داده باشن. نشانه نومیدی دکتر براتی نمیگیرم، نشانه حزم و تعامل بیشتر میگیرم، ولی یه سوال دارم. آیا دکتر براتی بر این باوره که ما در راهی هستیم که برسیم به اون کنگره ملی، برسیم به اون که صداهای مختلف زیر یه سقف با هم جمع بشن و واقعا ملت ایران امیدوار بشه که نیروی جانشینی الان وجود داره که فردا برای کشاورزی، اقتصاد، دارایی، برای بقیه مسائلش هم راه حل داره؟ بله همینطوره. ما الان زمانی است که بایستی که چهره های توانای سیاسی و ملی رو با هم در صحنه بین‌المللی نشون بدیم، مشترکاً دور دنیا سفر کنیم، به کشورهای منطقه سفر کنیم، به اسرائیل سفر کنیم، حتی به روسیه و چین سفر کنیم و اونجا برنامه خودمون رو برای آینده ایران و برای منطقه بگیم، تشریح کنیم، چه از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی. بر صورت ظاهر شدن چهره‌های توانای ملی در سطوح مختلف اما الان زمانش هست که این کار انجام بگیره. خب پیشنهاداتی هم در این زمینه هست که البته بهترین راهش این می بود که کسانی از داخل کشور میتونستن همراه باشن، که متاسفانه عزیزترین ما همه در زندان‌ها هستن. ولی به هر صورت ما در این سو باید حرکت بکنیم و این مسئله رو دنیا باید بدونه که این نیست که هیچ نوع آلترناتیوی در مقابل جمهوری اسلامی وجود نداره و باید دنیا با اینها سر کنه. نه، وجود یک اپوزیسیون توانمند با یک برنامه خوب و قابل اجرا ایجاد اعتماد میکنه و به همون درجه هم
دوری کردن از جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر خواهد شد. این حتی در مورد روسیه و چین هم صادقه. اونها هم این نیست که در جمهوری اسلامی متحد ابدی برای خودشون ببینن. اگر ببینن که این جمهوری اسلامی آینده نداره، مجبور خواهند بود که با اون نیروی آلترناتیو ممکن هم وارد دیالوگ بشن. ما این رو چندین بار به چینی ها نوشتیم، به روسیه هم نوشتیم، ولی متاسفانه تا کنون هیچ نوع امکان ارتباط سیاسی شخصی وجود نداشت. دکتر براتی، آیا واقعا شما، میخوام یه عبارت مستقیم ازت بگیرم، امید داری به این که این توافق حاصل بشه؟ امید داری که بین داخل و خارج پلی برقرار بشه؟ و میدونم تلاش میکنین در جریان، حتی همین روزا میدونم جلساتی دارید و گفتگو میکنید، ولی میخوام بگم با داخل در چه مرحله هستید و چقدر امیدوارید که این توافق ملی صورت بگیره؟ بله، این رو ما در صحبتهایی که در کلاب هاست دوستانی از ایران میان، کارگر، معلم و دانش آموز، دانشگاهی و سیاستمدار، میبینیم که یک تفاهم عمومی وجود داره. و مثلا اصل مسئلهی که خدمتون قبلا عرض کردم، این مسئلهی که به هر صورت یک اپوزیسیون وجود داره که میخواد هماهنگ کننده باشه، نه رهبری کننده، هماهنگ کننده باشه میان جریانات دیگر اپوزیسیون. خب به این پیام رو میبینند و میشنوند و خودشون هم در این شرکت میکنند. بدبینی ها در این 40 چند سال خیلی زیاد شده. جمهوری اسلامی متاسفانه تونسته بخشای از اپوزیسیون رو امیدوار کنه به امکان تحول و تغییرات اصلاحاتی درون همین جنبش، و اونها در حقیقت یه نیروهای بازدارندهی شدن در رابطه با نیروهای اپوزیسیونی که فکر میکنن این حکومت دیگر آیندهی نداره و باید گذار کرد از این حکومت. من به اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، بله، الان شاید زمان این باشه که ما بریم به سوی ایجاد میزه گرد تفاهم ملی، میزه گردی برای تشکیل کنگره ملی، میزه گردی برای تأمین شرایط گذار از جمهوری اسلامی. این میزه گرد بایستی که هر چه زودتر به وجود بیاد. من خوشبین هستم که به زودی انجام خواهد گرفت. بسیار خوب، من همین واژه خوشبینی رو میخواستم از زبان دکتر براتی بشنوم، به جهت اینکه انسانی مثل دکتر براتی که بیش از 50 و اندی سال در عرصه مبارزه بوده برای دستیابی به آزادی و حاکمیت ملی، طبیعتاً آدمی است در موقعیت و شرایطی است که میتونسته بره زندگیشو بکنه، ولی با تمام وجود حتی بیماری کرونا میگیره، دل مشغول و نگران آن چیزی است که در وطنش رخ میده. و حالا دلم میخواد دکتر براتی پیامی که به عوامل رژیم داره، به دستندرکاران رژیم، به پاسدارهایی که تو خیابون مردم رو میزنن، به این خانمهایی که میان برای حجاب و این بساط را انداختن، پیامتون به اونا چیه دکتر براتی؟ پیام خیلی ساده است. به دلایل واقع بینی که خود شما هم به اون واقف هستید، چه سپاهی، چه نظامی، چه در رأس حکومت، میدونید که این حکومت از نظر سیاسی فروپاشیده است، دیگر وجود نداره، فقط با قهر، با اعمال قهر خودشو نگه داشت. معمولا هر کسی که بخواد در آینده مملکت خودش سهمی داشته باشه، نخواد به کلی حذف بشه از صحنه سیاسی، باید به موقع فکر آینده سازی برای خودش باشه. الان هم زمان اون هست که سپاهیان ما، سیاستمداران برجسته‌ای که میدونن جمهوری اسلامی دیگر قابل حفظ و ادامه نیست، و همه کسانی که به نوعی تاثیرگذار هستن، در جهت آینده سازی برای خودشون بایستی که فاصله بگیرن از حکومت، نزدیک بشن به نیروهای آزادیخواه و کمک کنن که این گذار از جمهوری اسلامی زودتر بدون دردسر و با کمترین خونریزی انجام بگیره. اگر اونها به این مسئله کمک کنن، خب معلومه سهمی هم
در آینده ایران، در حکومت آینده ایران خواهد داشت. حکومت آینده ایران خود به خود یک حکومت ترکیبی خواهد بود، حکومتی فقط متعلق به یک حزب و یک جریان سیاسی نخواهد بود. ما باید تمامی جریانات دموکرات رو بتونیم در حکومت آینده ایران شرکت بدیم، وسیع‌ترین تفاهم ملی رو به وجود بیاریم. خب بخشی از هموطنان ما همه مسلمانانی هستند که به هر دلیل دنبال انقلاب اسلامی بودن، انقلاب اسلامی رو درست میدونستن و الان فکر میکنن دیگر این نظام به درد جامعه ایران نمیخوره. بنابراین پیام من به اونها این است که تا دیر نشده بیان گامی به سوی ملت و نمایندگان آزادیخواه ملت بردارن. توی که براتی به عنوان آخرین سوال میخوام بدونم که انتقال پیام شما به حداقل جوامعی که در ایران ذینفعند، به اتحادیه اروپا، آمریکا، در این مدت به چه صورت انجام گرفته؟ آیا تماسایی داشتید؟ آیا امیدوار هستید که جهان چشم و گوششو باز کنه یا بیشتر باز کنه نسبت به واقعیت شومی که در ایران در گذر؟ ببین یه چیز بامزه خدمتتون عرض کنم. در یکی از این صحبت‌هایی که من با به سراست دیپلماتیک یکی از این کشورها داشتم، اطلاع پیدا کردم که اونها داده های موجود رو به کامپیوترها میدن و نتیجه رو میخوام بگیرن. یکی از این نتیجه هایی که کامپیوترها به اینها داده بود، علارغم تحلیل خود اینها این بود که حکومت هنوز 2-3 سالی برپا خواهد بود. کامپیوتر که داده های اینها رو گرفته بود و نتیجه کرده و به اینها نتیجه رو داده بود که پاییز سال آینده، پاییز سال 2023 سالی است که پایان حکومت نظام جمهوری اسلامی جالبه. و اینها هم توجه بکنید که اینها خودشون راجع به این مسئله صحبت میکردن که داده های ما این بوده، تصورات ما این هست، الان نتایج کامپیوتر به ما میده چیز دیگریه. بنابراین این که اونها خودشونو مشغول میکنن با این مسئله و در انتظار فروپاشی هستن و همین دلیل هم الان دیگه زمان باجگیری از جمهوری اسلامی گذشته و این هم حاضر نیستن مانند سالهای قبل بخوان باج بزرگی به جمهوری اسلامی بدن. خب متاسفانه جریانات جنگی، مسئله انرژی و غیره به کمک جمهوری اسلامی میاد که برصورت الان به خصوص کشورهای اروپایی در فکر این که یک کانون التهاب جدیدی در خاورمیانه پیدا بشه ندارن. بر صورت احتیاج به انرژی این منطقه دارن. تهدیداتی هست که ما تنگه هرمز رو میبندیم، راه به اصطلاح گذار انرژی رو میگیریم میبندیم. بر صورت اینا مسائل قابل تحملی هستن، ولی این مثلا بر صورت در چند ماه آینده از این پل خواهیم گذشت و اون وقت دوباره از نو از اینها خواهیم پرسید که الان کامپیوتر شما چی به شما میگه. دقیقا بر همون سوال کامپیوتر کرد. شما چون مسئله به نوعی روسی و انرژی رو مطرح کردید، من ناچارم این سوالم ازتون بکنم. الان ارزیابی شما آقای دکتر براتی روی جنگ اوکراین چیست؟ آقای پوتین جنگ 3 روزه رو فعلا شده جنگ چند ماهه و یه پیشبینی یادم هست یکی از کارشناسان فکر کنم آلمانی بود اوائل جنگ کرده بود که ما در برابر یه جنگ 10 ساله و شاید بیشتر روبرو هستیم. نظر خود شما چیه؟ اینم یه مسئله در رابطه با مراسم یادبود بزرگداشت خانم مدلین اوبراید وزیر خارجه سابق در نیویورک. در واشنگتن یک جلسه غیر رسمی میان دیپلمات‌های اروپایی، آمریکا و اینها بوده. اونجا سر همین مسئله‌ای که شما راجع بهش صحبت می‌کنی صحبت شده. اون چیزی که من از این جلسه شنیدم این بوده که آمریکا، غرب به ویژه آمریکا، این تصمیم رو گرفتن که به هیچ وجه امکان این که روسیه از این جنگ پیروز بیرون بیاد ندن که هیچی، برعکس هدفشون این هست که اوکراین تبدیل به یک مرکز بزرگ تأمین حقوق بشر و دموکراسی
و سکولاریسم در این منطقه بشه، چون گرایش های مذهبی اونجا قوی بودن و غرب هر کمک مالی ممکن و کمک تسلیحاتی ممکن رو خواهد کرد که اوکراین، اینطور بگم اگر بخوام مثال بسیار نمونه دیگری بزنم، این است که همونطور که اسرائیل در این منطقه در حقیقت یه پایگاهی است برای تامین امنیت و منافع دنیای غرب به هر شکلی، اوکراین هم یه همچین موقعیتی پیدا خواهد کرد و کشورهای اروپایی و آمریکا مصمم هستند و همین دلیل روسیه این جنگ رو خواهد باخت و به همین دلیل ممنونم هم دکتر، وقتمون تموم شد. با پوزش از شما بسیار سپاسگزارم. من که خودم خیلی استفاده کردم و مطمئنم بینندگان ما هم از این گفتگوی ما بهره برده. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیزم دکتر مهران براتی، سخنگوی بین‌المللی گذار جنبشی که امیدوار است مرحله عبور از استبداد به دموکراسی رو در اون مرحله نقش مؤثر داشته باشه. تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق. Thank you.